شاهین تسلیمی بازیگر شناخته شده است که دیر به صحنه هنر آمد. او بازیگر توانمندی است که هفتمین دهه زندگیش را سپری می کند. این بازیگر تا کنون در کارهای طنز مختلفی حضور داشته که از جمله می توان به بزنگاه، زنبابا، چهارچرخ و خانه اجاره‌ای اشاره کرد. خانم تسلیمی می گوید واقعیت این است که من این روزها درگیر بیماری فرزندم هستم و به همین دلیل نمی توانم در آثاری که تصویر برداری آنها طولانی است حضور پیدا کنم. در حقیقت هیچ چیز برایم ارزشمندتر از سلامتی او نیست و هیچ چیزی هم نمی تواند من را ترغیب کند که فرزندم را به خاطر آن کنار بگذارم. من یک بار شفای فرزندم رو از خداوند گرفتم. آن هم زمانی که سمت راست بدنش درگیر سرطان غدد لنفاوی شده بود و ما مراحل درمان رو آغاز کردیم. همسر من در استرالیا زندگی می کند و خودم هم سالها در کانادا زندگی کردم. اما فرزندم علاقه ای به هیچ کدام از این کشورها ندارد و دوست دارد در همین کشور خودمان بماند. فقط برای عمل چند سال پیش به استرالیا رفتیم و در حال حاضر هم مراحل درمان را همینجا سپری می کنیم تا ببینیم در ادامه خدا چه می خواهد. همانطور که گفتم شفای فرزندم را از خداوند گرفتم و حالا امیدوارم مشکلی که برایش پیش آمده باز هم با لطف حضرت حق حل شود و زودتر سلامتی خود را به دست بیاورد. شاهین تسلیمی سالهاست ازدواج کرد و متأهل می باشد. همسر خانم تسلیمی احسان طالبی است که در کشور استرالیا زندگی می کند و بعضی اوقات به ایران می آید. دختر خانم تسلیمی ساکن ترکیه است، اما خانم تسلیمی هیچ وقت نتوانست خارج از ایران زندگی کند. وی درباره زندگی خارج از کشور گفت خانواده خیلی اصرار می کنند خارج از ایران زندگی کنم، اما من نمی توانم. عاشق وطنم هستم. می خواهم در کشور خودم باشم. خانم بازیگر درباره نقش هایی که بازی می کند می گوید قبلا سخت بودن نقش ها زیاد برایم مهم نبود و همه نوع نقشی را قبول می کردم. اما الان شرایطم فرق کرد و سنم بالاتر رفته. به همین دلیل سعی می کنم نقش هایی را بازی کنم که سختی خاصی نداشته باشند. سعی می کنم نقش کمی آسان باشد. فکر می کنم الان کارها خیلی مشکل شدند. او در ادامه می گوید من مدت ایران نبودم و وقتی برگشتم افتخار این را داشتم که کارم را با آقای مدیری و در مجموعه تلویزیونی باغ مظفر آغاز کنم. آن زمان باز هم در سریال مرد هزار چهره حضور پیدا کردم که آن هم کار آقای مدیری بود. بعد از این حضور پیشنهادهای طنز بسیاری برای من رقم خورد. یکی دیگر از کارهایی که آن را خیلی دوست دارم سریال زنبابا به کارگردانی آقای سعید آقاخانی بود. آنجا نقش زنی به نام ماهی را ایفا کردم که به چشم مردم و مخاطبان خیلی آمد و من خیلی در آن کار دیده شدم. الان هم که سالها از آن سریال می گذرد خیلی ها هنوز من را به نام ماهی خانوم صدا می زنند. مردم همیشه و همواره به من لطف داشته و دارند، اما به من حق بدهید که به عنوان یک مادر سلامتی فرزندم برایم در اولویت باشد. همه چیز به سلامتی او بستگی دارد و هیچ چیزی نمیتواند برای من مهمتر از این موضوع در زندگیم باشد. محبت مردم همیشه به من بوده و هست و از این بابت خدا را شاکرم. اما هیچ کدام از این نقش ها و سریال ها نمیتواند برایم جای یک لحظه سلامتی فرزندم را بگیرد. من در آثار خوبی حضور داشتم که فکر نمی کنم دیگر شبیه آنها تولید شود. جزو بهترین آثار تلویزیون به حساب می آیند. فعلا درگیری سلامتی پسرم هستم و ترجیح می دهم این موضوع را پیگیری کنم و ببینم که باید مراحل درمانیش را چگونه سپری کنم. خانم تسلیمی از آن دست بازیگران دنیا دیده‌ای می باشد که بیشتر عمرش را با سفر کردن سپری کرده. سالها در کشورهایی همچون ترکیه، هند و کانادا برای پیشرفت خانوادهش مکان زندگی خود را تغییر داده.
خانم تسلیمی به همراه فرزندانش مجبور بود چند سالی خاک ایران را به مقصد هند ترک کند. علت این سفر یادگیری زبان انگلیسی بود. بعد از کشور هند به خاطر مکان تحصیل دخترش مجبور شد اقامت کشور ترکیه را بگیرد. چند سالی در کشور ترکیه زندگی کرد اما نتوانست طاقت بیاورد و به ایران بازگشت. شاهین تسلیمی قبل تر ساکن کانادا بودند و به گفته وی کانادا یکی از زیباترین کشورها از نظر زرق و برق می باشد، اما باز هم نتوانست در این کشور طاقت بیاورد. وی می گوید هر جا که برم آخرش برمی گردم به وطنم، جایی که به دنیا آمدم، جایی که آداب و فرهنگش را خوب بلدم. شاهین تسلیمی داره یه دیپلم می باشد و در جوانی تئاتر بازی می کرده. همچنین در رادیو هم تست داده بود و قبول شده بود، اما به علت مخالفت خانواده هر دو را رها کرد. اولین حضور او در جلوی دوربین به سریال باغ مظفر برمی گردد. الیزابت امینی وی را برای ایفای نقش در این سریال به مهران مدیری معرفی کرده بود. او بازی کوتاهی در سریال بزنگا به کارگردانی رضا عطاران در سال 87 داشت و با حضور پررنگتر در سریال زنبابا به کارگردانی سعید آقاخانی به شهرت رسید و پس از آن در سریال های کمدی چهارچرخ و خانه اجاره‌ای بازی کرد. این بازیگر با حضور در سریال های وضعیت سفید و ارمغان تاریکی نشان داد که به خوبی از پس نقش های جدی هم بر می آید. از دیگر کارهایش می توان به فیلم های طلا و مس، آوار و مجموعه های دلنوازان، حیرانی، باغ مظفر، مادرانه و غیره اشاره کرد. او متأهل می باشد و ازدواج کرده و همچنین نسبتی با سوسن تسلیمی بازیگر زن ندارد. شاهین تسلیمی متولد سال 1334 می باشد. روحیه کاملا شادی دارد. اکثر اطرافیان از حضورش انرژی مثبتی می گیرند. خانم تسلیمی این روحیه را مدیون مردم می داند و می گوید هر وقت کنار مردم باشم انرژی می گیرم. دوست دارم با تمام وجود انرژی خود را با اطرافیانم تقسیم کنم. البته از ظاهر آدم ها نمی شود راجبشان قضاوت کنیم. آدم ها در تنهایی خلق و خویی دارند که در بین مردم بروز نمی دهند. منم مثل بقیه مردم غم و غصه دارم، اما سعی می کنم همیشه شاد و خوشحال باشم. به قول همکارانم بمب انرژی هستم.